هم صحبت میکردیم مطرح شد. اون این که خب وقتی که در دور نهایی یک جوری قرار میگیره که فاشیستا یک طرفن و نیروهای دیگه یک طرفن، چپ ها همیشه بینیش رو گرفتن رفتن به راست میانه به اصطلاح، راست لیبرال رأی دادن. الان این راست میانه لیبرال که بعضیشون البته اولترا لیبرال نو لیبرال هست، اولترا لیبرال هستن، اولترا لیبرال هستن بعضیشون. حالا برای حضر جمهوری که لیبرال مثلا اینها آیا حاضرن در جایی که فاشیستا با یک طرف و کاندیدای چپ یک طرف قرار میگیره به چپ ها رأی بدن برای اینکه جلوی فاشیستا رو بگیرن؟ سوال خیلی عالی کردی. برای اینکه اینا یه سیاست دوگانه رو دارن پیش میبرن این احزاب، میگن که چون بلوک چپ همگن نیست و توش مثلا فرانسه نافرمان و اینا هم هستن که اونا رو روبسپیر میدونن دیگه، درست، اونا رو چپ انقلابی میدونن که اینم درست نیست، اونا توشون همه جور چیز هست. میگن که جایی که کاندیدای خانم لوپن در مقابل کاندیدای بلوک چپ هست، اگه غیر از اون فرانسه نافرمان باشه ما حتما بهش رأی میدیم، اگر فرانسه نافرمان باشه میگیم نه این نه اون. خب این خیلی خطرناکه. البته خوشبختانه این عملا ما دیدیم که این کار نخواهد کرد و اونایی که واقعا از خانم لوپن میترسن و به حق هم میترسن، اینا احتمال به اونجا رأی خواهند داد و نظر ما اینه که اینا اکثریت مطلق نمیان، چون اگر این سیاست نه این نه اون همه جا اجرا میشد خانم لوپن اکثریت مطلق می آورد. این باعث شد که یه بخشی از اینها نظرش رو عوض بکنه. توی حزب مکرون هم اینجوری بود، خود مکرون گفت نه این نه اون، ولی نخست وزیرش اتل اومد گفت نه آقا اینطوری نیست. اول اونم با رئیس جمهور گفته نه این نه اون، پس نه این نه اون. وقتی که بلوک چپ بهش فشار آورد که آقا با آتیش بازی نکن، داری خرابکاری میکنی، چون میدونیم از حزب سوسیالیست میاد دیگه این آقای اتل، اونم دوباره برگشت به این که نه صد ببندیم جلوی در واقع چیز. و بلوک چپ ریاکاری همراهش هست دقیقاً. یه چیز یادم رفت، یه چیزی هم بگم، گفتن که هر جا فاشیستا با نیروهای راست قرار میگیرن خب بری بین بدبختر یکی انتخاب بکنی. اینا نیستن دقیقاً، چپ های بعضی جاها این کار کردن، من یادم میاد تعرض به 15-20 سال پیش دیگه یه برنامه داشتی گفتی که اون زمان شیراک، اما اون رو گرفتیم رفتیم رای بدیم، بگیرین بریم به شیراک رای بدین در مقابل پدر این خانم ماری لوپن، ژان ماری لوپن، به کلاه برداری در مقابل فاشیست رای بدیم. اینو ببین سیاستشون دوگانه است. اینا میخوان از این انتخابات استفاده بکنن و فرانسه نافرمان رو که خیلی رادیکال تر از و طرفدار خودش ادعا میکنه که میخواد از سرمایه بگیره نه اینو میخوان تضعیف بکنن که حتی اگر بلوک چپ تبدیل به قدرت برتر شد، فرانسه نافرمان توش تضعیف شده باشه به نفع سوسیال دموکراتای راست. این سیاست بورژوازی بزرگ فرانسه است که فعالانه داره جلو میبره. برای اینکه اونا گفتن دیگه ما بیایم رو کار، اولین کاری که میکنه میگه سالی 50 میلیارد یورو کادوی رو که دولت مکرون از موقع دولت اواخر دولت فرانسوا اولان به شما کادو داده، یک ضرب ازتون پس میگیره. خب معلومه که اونا خارازی نیستن. بریم دیگه. بهروز پرسش دوم کوتاه پاتوخ. انگلیس آقای سونیش و آقای کیه کیگر اسم استرامر آره به اون نمیرسیم دیگه. نه خب ببین در انتخابات فرانسه و تو این سالهای اخیر چرا مسئله یهود در کانون جنگ تبلیغاتی علیه جبهه چپ قرار گرفته و این چپ ها رو آنتی سمیتیسم می نامند؟ چرا این مسئله، یعنی روی این مسئله و خیلی زوم شده در کنار خب چیزایی دیگه، ولی در کانون حمله به چپ این مسئله یهود قرار گرفته، این اهمیت مسئله یهود در میان از کجاست؟ مسئله یهود در مرکز قرار نگرفته، مسئله اسرائیل در مرکز قرار گرفته. این دوتا با هم متفاوت، خیلی مهمه. این اتفاقا این تبلیغی که راستا میکنن و دیروز نه اینو میدونم که این گونه است،
ولی یا راستا اینجوری نمیگوین که مثلا آنتی سمیتیسم چپ، حالا چپ هم خودش رو آویزون بکنه بگه ما خودمون از تبار کسایی بودیم در کنار یهودی ها بودیم، ما قربانی هولوکاستیم، ما دفاع میکنیم، ما اصلا ضد یهود نیستیم. به خصوص باید دائم یادآوری کرد آقای نان راستا، خیلی ببخشید طرفداران دریفوس چپا بودن ها، شما راستا آنتی سمیت ضد دریفوس بودین، احزاب چپ فرانسه طرفدار دریفوس بودن، احزاب راستی که امروز سینه چاک اسرائیل هستن آنتی سمیت و علیه دریفوس بیچاره بودن. این به لحاظ تاریخی همونجوری که چپ فرانسه علیه برده‌داری بود، شما طرفدار برده‌داری بودید، یادتون نره چپ فرانسه اکثریتش مخالف استعمار فرانسه بودن، شما طرفدار استعمار فرانسه آباد خلاصه بودن. ولی مهم اینه لابی پرو اسرائیل که فوق العاده پرقدرته و یه ائتلافی بین لابی پرو اسرائیل در فرانسه و میلیاردرها، بخشی از میلیاردرهای فرانسه که کنترل مدیای فرانسه رو دارن، جریانات اصلی رو دارن، صورت گرفته. درست مثل ائتلافی که بین اوانجلیستای مذهبی صهیونیست در آمریکا و اینا صورت عین اونه، کپی اونه. اینا هستن که مسئله اسرائیل رو مطرح کردن. و یادمون نره نسل دوم مهاجرینی که فرانسه هستن اکثرا عرب تبار و مسلمان تبار، و اونها هستن که 6 میلیون خارجی که در فرانسه هستن، با یادآوری فرانسه تنها کشور اروپاست که بزرگترین جمعیت یهودیان رو داره، نزدیک 600-700 هزار نفر، و بزرگترین جمعیت عرب تبارها و مسلمان تبارها رو داره که بیش از 6 میلیونه. همه اینا حق رأی ندارن این 6 میلیون، ولی دارن. دوم، شهرهای بزرگ و مناطقی که قبلا مناطق کارگری بود الان مناطق مهاجرنشینی که بخش بزرگیشون بیکارن به خاطر این تحولی که اتفاق افتاده، رفتن کارخانه‌ها که بارها ما صحبت کردیم. مسئله اسرائیل مدتیه که به خاطر سیاست‌های وحشتناک آپارتاید اسرائیل مسئله چپ فرانسه شده، از حزب کمونیست فرانسه نافرمان تا در واقع حزب نوین ضد سرمایه‌داری، یعنی به عنوان یکی دفاع از حقوق بشر و حقوق حق تعیین سرنوشت مردم فرانسه مسئله اسرائیل مطرح بوده. منتها این دفعه دقیقاً به خاطر ماجرای 7 اکتبر و این وضعیتی که ایجاد شده و این نسل‌کشی که در فرانسه داره میگیره خودش رو تحمیل کرد. یعنی واقعا باید گفت این نتانیاهو و حماسن که مسئله فلسطین رو تبدیل به مسئله یکی از مسائل اصلی انتخابات فرانسه کردن. و از اونجایی که بخش بزرگی از شهرهای فرانسه هوماهاش اینها هستن، خیلی طبیعی و عادی بود که این مسئله جدی بشه. اون وقت میگم چون ائتلاف هست بین راست افراطی و راست افراطی طرفدار اسرائیل و این مسیحی ها، مسیحی اوانجلیست های ما در واقع که کاتولیک های اینا هستن، اینا این رو گرفتن و آوردن و میخوان یه کاری رو بکنن. مثل هارپر توی کانادا یادتون هست که یه لایحه برد کانادا که بگه آنتی صهیونیسم یعنی آنتی سمیتیسم، ورسیون جدید آنتی سمیتیسمی که خوشبختانه شکست خورد. توی فرانسه هم تلاش کردن دوره آقای مکرون، یک لایحه رو بردن پارلمان، به شدت باش مخالفت شد، رأی غیر اجباری گرفتن، اکثریت مجلس گفتن آره هر کی ضد اسرائیل باشه در واقع آنتی سمیته. این مطرح شد. خبرم بهت بدم که در سوئد هم یه قانون جدیدی اومد که انکار هولوکاست جرم محسوب میشه. نه توی فرانسه ما هستیم اتفاقا، بازم در سوئد آزادی بیان شامل آزادی بیان فاشیست هم بود. اینا حتی باید یادآوری کرد که در فرانسه هم قانونی که میگه آنتی سمیتیسم نظر نیست، جرمه، کسی که هولوکاست رو انکار بکنه مجرم هست. قانونشو کمونیست های فرانسه بردن به پارلمان به اسم من معتقدم که این مسئله با توجه به تفسیرهایی که میشه از آنتی سمیتیسم، یعنی اگه به اسرائیل هم بگی بعد بهت میگن آنتی سمیتیسم، در نتیجه این محدود کننده آزادی بیانه. کاملا درسته. ولی این که میخوان بگن که آنتی صهیونیسم مساوی از آنتی سمیتیسم، اصلا آزادی بیان میبره زیر سوال. منتها تو فرانسه خوشبختانه روشنفکرای گردن کلفت هستن که زیر بار این نمیرن و این مسئله با مقاومت‌های جدی روبرو شده، نه فقط تو احزاب بلکه اونجا. من یه جمله فقط راجع به انگلیس بگم تموم کنیم، یه جمله. اولندش که این تغییری که تو انگلیس افتاده مثل برفاکن به چپ به راست، آب از آب در انگلستان تکان نخواهد خورد.
دو حزب نئولیبرال، یکی تاچری یکی تاچر لایت، در مقابل همدیگه هستن با این نظام انتخاباتی سوپر غیر دموکراتیک، آخه سوپر غیر دموکراتیک در انگلستان. فقط شما برید آرا رو نگاه بکنید، ببینید حزب کارگر با 9,650,000 تا رأی، یعنی زیر 10 میلیون، 412 تا کرسی پارلمان گرفته. حزب محافظه‌کار با 6,771,000 رأی 121 گرفته. حزب اصلاحات راست افراطی آقای فراش با 4,073,000 رأی، گوش کنید، 4,073,000 رأی 4 تا کرسی فقط گرفته. بعد بدتر از اون حزب لیبرال دموکرات ها از حزب اصلاحات کمتر رأی آورده، 3,489,000 تا رأی آورده، 71 کرسی داره. آخه این چه سیستم انتخاباتیه؟ این چه دموکراسیه که رأی مردم مساوی کرسی هایی که توی پارلمان بهش تعلق میگیره نیست؟ یعنی جوری کردن که احزاب بزرگ همواره بقیه رو بتونن بخورن. این کشوری که مهد پارلمانتاریزم هست، اولین پارلمان دنیا، افتخارش به اونا میره که تو این کشور درست شده، یک همچین چیزی به ما داره میده. وحشتناکه. ببین 9,650,000 رای، 412 تا کرسی، 4,073,000 رای، 4 تا کرسی، 1/100. آخه این چه دموکراسیه واقعا؟ اینا هم جان چرا این گونه است؟ برای اینکه شما اینا به جای اینکه بگن که آقا رأی عمومی میدیم مثل ایتالیا، من اتفاقا یه جایی هم نوشتم دموکراتیک ترین سیستمی که برای حق رأی دهندگان وجود داره توی ایتالیاست، یونان و اسرائیل. اسرائیل برای یهودیایی که حق رأی دارن، در واقع آپارتایدش اونجاست، ولی سیستمش اینه، میگه آقا از 3%، بعضی جا میگن 3%، بعضی جا میگن 5%، هر کی بیشتر در آورد آرایش به نسبت رأی کاملا تقسیم میشه. در نتیجه مردم بعد وقتی رأی میدن از یه حد نصاب کوچیک میذارن که بلبشو نشه، میدونن که فلانی نماینده فکرشونه، واقعا نمایندهشون. در انگلستان، فرانسه که دو قسمتی میکنن که صحبت زیاد کردیم راجعش، در انگلستان شما این مناطق چیزی میگیرید، رأی میارید 50% به اضافه یک رأی، کرسی مال شماست. اون رأی 49.90% هیچ جا حساب نمیشه. اینجوری نیست که رأی کل کشور رو بگیرن تقسیم بکنم بگم به نسبت تو 30% آوردی 30% کرسی، 20% آوردی 20% کرسی، نتیجهش این فاجعه میشه که از سیستم در حفاظت از سیستم دو حزبیه، مثل آمریکاست، از دو حزبی اینا حمایت میکنن، دفاع میکنن که احزاب کوچیک که اون موقع فکر میکردن بیشتر به چپ میرن، الان فاشیستا دارن میارن، نتونن در واقع قدلم بکنن. ولی واقعا از شما دعوت میکنم یه نگاهی بکنید، ببینید این چیزایی که به اسم دموکراسی و دولت مردم و اینکه نظر مردم منعکس میده در پارلمان نگاه بکنید، ببینید همش هالیوودیه، اصلا اینطوری نیست. یکی از بدترین نمونه هاش انگلستان. حالا به روز این آقای کیر استارمر میگن جزء جنای راست حزب کارگر، به هر حال کسایی بودن که علیه جرمی کوربین، قربونش برم، حزب کارگر به نقد حزب تاچر لایت هست، آقای ترامر توی حزب راشن رایت هم مالی جنای راستشه. یعنی فاصله سوناک، آقای سوناک، ریشی سوناک با این کیر کرامر، هر دوتاشون اسمای سوپر انگلیسی دارن، متوجه شدی که این دوتا فاصله شون واقعا یه برگ کاغذ. برای همینه که نه بورس لندن تکون خورد، نه فرار سرمایه صورت گرفت، نه کسی اعتراض کرد، و بالاتر از اون امپراتوری مطبوعاتی تلویزیونی صهیونیست کبیر روپرت ماردوخ، میدونی که از ترامپ حمایت میکنه، از جورج بوش پسر حمایت کرد، از آقای کرامر حمایت کرد در انگلستان، همون جوری که از تونی بلر حمایت کرده بود در انگلستان. یعنی این ائتلافات ایدئولوژیکی رو که صورت گرفته جدی باید بهش تعلق کرد. همینجوری نیست، آدمی مثل مردوخ که همینجوری نه، به حزب کارگر، اسمش توش کارگر است، همه میترسن ازش. اصلا کارگر چیه؟ این در واقع میگم تموم میکنیم، یک نئولیبرال جای یه نئولیبرال دیگر گرفته، فاصله این دوتا یه برگ کاغذه، اینی که آب از آب تکان نخواهد. متشکر بهروز، متاسفانه حالا یه بار باید صحبت کنیم با هم این سیستم انتخاباتی که عملا جوابگوی دموکراسی های واقعی برای رادیکال نیست. و یادت نره بروز هی پشت سر هم حادثه
حادثه اتفاق میفته و تو اون جریانی که یک بار توافق کردیم که یک گفتار مفصل داشته باشی بری دربارش تحقیق بکنی بجه به میلیتاریزم. آره دقیقا من کار کردم امروز در این دوزمه دارم جلو میرم و نتایجی هم که گرفتم فاجعه باره. در تعطیلات تابستونی که میری به جای ما از تعطیلاتت کم بکنیم هفتهشو اینو بذاریم حتما. و به خصوص میلیتاریزم محبوب به ارتش دیگه نمیشه، پلیس هم میلیتاریزه شده. اینو ما صحبت بدیم متشکرم. درود بر شما تا فرصت بعد. آره روزت بخیر.